خب به سراغ فصل انتگرال میریم. فصل انتگرال آخرین فصل کتاب پیش دانشگاهی شماست و اینکه دو تست توی کنکور داره. تستاش هم جز تستایی که میتونن دانش آموزای رشته تجربه به راحتی حل بکنن. پس حیف این فصل و از دستش ندید. اول میخوایم محاسبه انتگرال از طریق مساحت زیر منحنی رو با هم دیگه کار بکنیم. ببینیم تعریف انتگرال چیه. گفتم انتگرال یعنی سطح بین منحنی و محور ایکسا، یعنی اون سطحی که بین منحنیمون و محور ایکسامون هست رو حساب میکنیم. البته گفتم با در نظر گرفتن علامت آن. یعنی چی با در نظر گرفتن علامت آن؟ یعنی اگر بالای محور بود سطح شما مثبت اعلام کن و اگر پایین محور بود منفی اعلام کن. خب میخوایم یه قاعده یاد بگیریم اینجا، ولی نمیخوام حفظ کنیم، میخوام بفهمیش از کجا میاد. میگه انتگرال آتابی کا، یعنی انتگرال یه دونه عدد چی میشه؟ خب ما گفتیم انتگرال یعنی سطح بین منحنی و محور ایکسا. ببینی این اگر خط ایگرگ مساوی با کا باشه، تو فاصله آتابی این سطحی که زرد رنگ کردیم میشه سطح بین منحنیمون و محور ایکسا. ما میخواییم مساحتش رو حساب کنیم. ارتفاعش که کاهه، هیچ. این پایین بین آ و بی میشه بی منهای آ دیگه. خب شما مساحت مستطیل رو بخوایی حساب کنیم، اگه نمیگه کا ضرب در بی منهای آ، ما هم سطح لازم داریم دیگه، بنابراین میشه کا در بی منهای آ. درسته خیلی ها بچه ها حفظن که انتگرال عدد میشه عدد ضرب در اختلاف این دوتایی که بالا پایین انتگرال میزنن، اختلاف محدوده انتگرال. اما مسئله مهم اینه که شما بدونی این رابطه از کجا آمده. یه خط ایگرگ مساوی با کا داریم، یه بازه آتابی، اینجا یه مستطیل شکل میگیره، کا در بی منهای آ میشه مساحتش. دومی میگه اگه این محدوده ها رو جاشون رو با هم دیگه عوض کنیم، حاصل انتگرال رو توی منفی ضرب کنیم. سومی میگه انتگرال آ تا آی اف ایکس میشه صفر. این حرف یعنی چی؟ بچه ها ببینی وقتی من میگم انتگرال آ تا آ، اصلا رو محور ایکس ها من جا به جا نشدم، گفتم انتگرال آ تا آ، سر جام وایستادم. وقتی سر جام وای میستم یعنی یه نقطه. خب یک نقطه مساحتش چی میشه؟ صفر. پس انتگرال آ تا آی اف ایکس برابر با چند میشه؟ صفر. خب اولین سوال، سوال سراسری 92 میگه با توجه به شکل روبرو حاصل انتگرال 0 تا 4 2 منهای قدر مطابق x منهای 2 کدام است؟ خب شکلش هم داده به ما. ما گفتیم انتگرال یعنی سطح بین منحنی و محور x تو اون فاصله ای که خواسته. خب بچه ها نگاه کنید، تو فاصله ای که از ما خواسته سطحی که ما داریم میشه این مثلثی که اینجا هست، سطح زیر نمودار تو بازه 0 تا 4. خب این مثلثی که من اینجا دارم مساحتش میشه 1/2 ضرب در 4 ضرب در 2. از کجا آوردمش؟ مگه الان قاعده این مثلث 4 نیست؟ مگه ارتفاع این 2 نیست؟ خب مساحت مثلث میشه 1/2 ارتفاع ضرب در قاعده، پس شد 1/2 ضرب در 4 ضرب در 2، جواب میشه 4 و به همین راحتی تست سراسری 92 حل شد. پس انتگرال میشه یه همچین تستای ساده هم ازش توی کنکور مطرح بشه. پس حواستون به این فصل باشه. اون دوستانی که این میگن انتگرال سخته، کاری با اونا نداشته باشین. شما ببینید تستای کنکور انتگرال توی رشته تجربی چی داره مطرح میشه و به راحتی میتونید شما اون سوالا رو حل بکنید. بعدی رو ببینید، گفته شکل مقابل نمودار تابع اف است، دیگه ضابطه‌شو نداره، فقط شکلشو داره. میگه انتگرال 0 تا 8 f کدومه؟ یعنی از اینجا تا این ته هر جا سطح بین منحنی و محور x داری باید حساب بکنی. سطح هامون رو نگاه بکنی میشن اینایی که هستن. این سه تا سطح های بین منحنی و محور x ها. دونه به دونه باید حسابشون بکنیم و حواسمون فقط باشه کدوم پایین محوره، کدوم بالای محوره و بعد حاصل رو، حالا اگه پایین محور بود منفی، اگر بالای محور بود مثبت، در نظر بگیریم و به جواب برسیم. نامگذاری میکنم. من الان برای اینکه S1 رو بخوام حساب بکنم، میفهمم S1 پایین محور و منفی، S3 پایین محور و منفی، اما S2 بالای محور و مثبت، پس باید میشه منفی S1 به اضافه S2 منهای S3. حالا باید S1, S2, S3 رو پیدا بکنم. S1 یعنی این،
من اگه بخوام مساحت استیک رو حساب کنم میشه 1/2 ضرب در 1 ضرب در 2. الان این قاعده 1 ارتفاع 2 میشه 1/2 ضرب در 1 ضرب در 2 میشه 1. S2 یعنی سبزه، قاعده 4 ارتفاعش 2، این مساحتش. و S3 یعنی این یکی، قاعدهش 3 ارتفاعش 2، پس اینم مساحتش به رسم 3. حالا اگه جایگذاری کنیم اونجا جواب میشه 0 و جواب انتگرال 0 شد. اینم یه سوال دیگه ای کنکور. نمیگم همه سوالات ساده است، نه اصلا حرف من این نیست. حرف من اینه که ما میتونیم توی انتگرال هر دو تستشو بزنیم دیگه، در بدترین شرایط یه تستشو میزنیم، پس کنار نذارین این بحثو، حتما توجه کنید بهش، حتما میتونید تستاش رو حل بکنید. خب مثال بعد رو ببینید. گفته شکل مقابل نمودار تابع f است، انتگرال منهای 6 تا 6 fx کدام است؟ خب ما این سطح ها رو باید به دست بیاریم. یه اتفاقی که میفته، من برای s3 میدونم قاعدش 2 ارتفاع 1 مساحت به دست. برای s2 و s1 یه مشکلی داریم. چه مشکلی؟ الان S2 ارتفاعشو داریم اما قاعدهشو ندارم. چرا؟ چون از 4 تا اینجا نمیدونم اینجا چنده. الان وقتی من میخوام S3 کم حساب کنم، از اینجا تا منفی 6 باید اون قاعده بزرگه زوزنقه بشه دیگه، باز ندارمش. پس تمام تلاش من باید این باشه که من بتونم این نقطه‌ای که اینجا داره برخورد میکنه رو پیدا بکنم. میخوام با دو راه حلش بکنم. دقت کنید، دو تا نقطه در نظر میگیریم، یکی آ یکی ب. بچه ها ببینید الان این مختصاتش، خب ایکسش که صفر، ایگرگش 2، این ایکسش منفی 3، ایگرگش منفی 1. میگم باید محل برخورد خط تابع با محور ایکس رو بیابیم. برای این کار دو روش وجود دارد. یک، معادله خط آب رو بنویسیم و محل برخوردش با محور ایکس رو پیدا بکنیم. دومی تشابه مثلثی که اینم توضیح میدم. اما این اولیه رو ببینی، من الان میخوام معادله خط عبوری بین این آ و بی رو پیدا بکنم. خب اول شیب لازم دارم دیگه. شیب یعنی دلتا ایگرگ به دلتا ایکس، شیبش به دست میاد برابر با 1. معادله خطش رو بنویسیم، ایگرگ منهای 2 مساوی با 1 در ایکس منهای 0 میشه ایگرگ مساوی ایکس به اضافه 2. خب الان این نقطه کجاست؟ جایی که ایگرگ صفره. اگه ایگرگ رو صفر بزنیم ایکس میشه منفی 2. یعنی من طول این نقطه رو در آوردم منفی 2. حالا اگه تشابه مثلث میخواستم برام باید چی کار میکردم؟ اینو تو فیزیک زیاد انجام دادیم. الان این مثلث و این یکی مثلث رو نگاه کنی، وقتی که این یکی مثلث ارتفاعش 2، این یکی ارتفاعش 1، یعنی نسبت تشابه 2. پس اضلاع این مثلث بالای به این پایینیه دو برابرن. خب کل این فاصله 3 واحده دیگه. وقتی قراره ضلع این 2 برابر اون یکی باشه، یعنی اینجا بوده 2 واحد، اونجا 1 واحد، جمعشون بشه 3. این کارا میتونی انجام بدی. به هر حال مهم اینه که ما درآوردیم که اینجا 2ه. حالا وقتی من میخوام مساحت ها رو حساب بکنم، مساحت S1 که این قسمت هست میشه جمع دو قاعده 4 واحد 3 واحد 7 ضرب در ارتفاع تقسیم بر 2. وقتی میخوام S2 رو حساب بکنم میشه 1/2 ارتفاع 2 واحد ضرب در قاعده 6 میشه 6. و در نهایت اگر مساحت این یکی رو بخوام به دست بیارم میشه 1/2 ضرب در 2 ضرب در 1 که به دست بیاد برابر با چند؟ 1. خب الان من میفهمم فقط اینی که این بالا قرار گرفته مثبته و اون دو تای دیگه منفی هن. پس برای جواب میایم میگیم منهای S1 به اضافه S2 منهای S3 که در نهایت میشه منهای 7/2 و 6 و منهای 1 که میشه 3/2 یا همون 1/5. آخرین سوال توی اینایی که خود طراح شکل رو میده این سواله. اومده گفته با توجه به نمودار تابع fx مساوی x منه قدر متر x منهای 2، یعنی این نموداری که اینجا کشیده ضابطش اینه، حاصل انتگرال معین از منهای 1 تا 4 رو پیدا کنید. یعنی این اول منهای 1 اون تا 4. دانش آموز میاد نگاه میکنه میگه به به معلومه من با این سطح ها رو حساب کنم، ولی یه سری مشکل داره. این سوال برخلاف تمام سوال قبلی ها تقریبا هیچی رو شکل به ما نداده. یعنی ما نه ارتفاع مثلث رو داریم، نه ارتفاع زوزنقه رو داریم، نه قاعده های زوزنقه رو میتونیم پیدا بکنیم، هیچی رو نداریم. پس باید دونه به دونه معلوم کنیم چیا رو میخوایم شروع کنیم حساب کتاب کردن. الان ببین من این دوتا سطح رو لازم دارم. خب برای اینکه مساحت این سبزه رو حساب کنم باید ارتفاعش رو داشته باشم.
چجوری؟ مگه ایکس این نقطه منفی یک نیست؟ شروع داستانه دیگه، ایکسش منفی یک. اگه من منفی یک رو داخل اف ایکس قرار بدم، اون موقع ایگرگش در میاد منفی 4، یعنی تو نقطه منفی یک ایگرگ من هست منفی 4. پس من تونستم ارتفاع اینو حساب بکنم. دومین چیزی که لازم دارم اینه که بفهمم این نقطه‌ای که شکسته ایکسش چند. بچه ها نمودار قدر مطلق ایکس رو بیاریم تو ذهنتون، شبیه یه دونه هفته، اون نقطه شکستش ایکس مساوی با چنده؟ صفر. بچه ها نمودار قدر مطلق ایکس منهای یک رو بیاریم تو ذهنتون، اون نقطه‌ای که شکسته ایکسش چنده؟ یک. پس ما میدونیم نمودارهای قدر مطلقی تو ریشه های داخل قدر مطلق دوچار شکستگی میشن. در نتیجه من تشخیص میدم که x این نقطه ای که شکسته 2. حالا من اگر x مساوی با 2 رو قرار بدم، میتونم ارتفاع این زوزنقه رو به دست بیارم. خب 2 رو بذاریم داخل تابمون، y‌اش میشه 2. در نتیجه این ارتفاعم شد 2. پس من تا الان تونستم این زوزنقه رو تقریبا تکمیلش کنم. اولا الان قاعده کوچیکش معلومه که 2 واحده، از 2 تا 4 ارتفاعش هم معلومه، این مثلثم ارتفاعش معلومه. تمام گیر ما فقط این نقطه‌ایه که این خط داره این محور رو قطع میکنه. اگه اونم پیدا بکنیم دیگه مساحت ها حساب میشه. خب این چجوری به دست میاد؟ محور ایکس ها عرضش چنده؟ صفره. پس کافیه که من بیام تابم رو بذارم صفر، ایکس منهای قدر مطلق ایکس منهای 2 میشه صفر. آقا حل معادله های قدر مطلق رو به شما یاد دادیم، گفتم ریشهشو پیدا کن، یه بار بزرگتر ریشه، یه بار کوچیکتر ریشه. ریشه اون تو چنده؟ 2. پس در نتیجه یک بار مثبت برش میداریم میشه 2 مساوی با 0، جواب نیست. یه بار قرینهشو میاریم بیرون که ایکسش به دست میاد 1. پس من فهمیدم که این نقطه هم شد 1. حالا دیگه مساحت حساب کردن واقعا برای یک دانش آموز کنکوری نباید کاری داشته باشه. وقتی من میخوام مساحتشو حساب کنم، S1 این قاعدش 2 واحده، ارتفاعش 4 میشه 1 دوم ضرب در 2 ضرب در 4 میشه 4. حالا میخوام S2 رو حساب بکنم، مگه زوزنقه نیست؟ یه قاعده 3 یه قاعده 2 جمع کن تقسیم بر 2 ضرب در ارتفاع میشه 5. کدوم منفیه؟ S1. چرا؟ چون پایین محوره. پس جواب به دست میاد 5 منهای 4 که جواب میشه برابر با 1. پس ببینید بچه ها، همون جوری که تو سراسری سال 92 که همین 4 سال پیش بود سوال اومده و براحتی شما حل میکنید زیر 10 ثانیه، امکان داره تو همین سبک ساده هم سوالی بدن که هی شما مجبور باشین اون داده های مسئلتون رو به دست بیارید. خب دیگه چی میتونن بدن؟ مثلا میگه حاصل انتگرال 0 تا 5 رادیکال 25 منهای x2 رو به دست بیارید. رادیکال 25 منهای x2 بعضی شکلش رو حفظن. ببینیم با هم دیگه چجوری این شکل به دست میاد. y هست رادیکال 25 منهای x2. اگه y رو فقط مثبت در نظر بگیریم چون حاصل رادیکاله، به توان 2 برسونیم میشه y2 مساوی 25 منهای x2. منفی x2 رو بنده اون ور میشه y2 به اضافه x2 مساوی 25. دانش آموز میتونه درک کنه که این یه دونه دایره است به شعاع 5 و مرکز 0 و 0. اما من اون دایره رو فقط برای جاهایی میخوام که ایگرگش مثبت. پس این دایره منه. چرا؟ چون این پایینش که ایگرگ منفی میشه رو من نمیخوام، فقط اون بالاهاش رو میخوام که مثبت. وقتی که این اتفاق میفته، یعنی فقط ایگرگ های مثبت رو میخوایم، حالا ببینیم سوال اما کجا رو مساحتش خواسته. از 0 تا 5، یعنی من فقط این قسمتی که زرد شده رو مقاطعش رو میخوام. الان این زرد شده چه بخشی، چه درصدی از مساحت یک دایره است؟ 1/4. پس من نیاز دارم که 1/4 سطح دایره رو حساب کنم. مساحت دایره چی بود؟ PR2. خب این 1/4 بشه، پس میشه 1/4 PR2. آرمون هم که 5 بود، جواب میشه 25 π/4. البته بعضی برای این نکته افسن میگن میشه PA2 ¼. حالت بعدیشو ببینی، میگه انتگرال منفی 2 تا 2 رادیکال 4 منهای x2. دیگه الان یاد گرفتی با توجه به شکل قبلی که این یه دونه نیم دایره است به شعاع 2.
چون طراح سطحش از منفی 2 تا 2 میخواد، یعنی کل نیم دایره رو ما لازم داریم. خب کل این نیم دایره میشه چقدر از مساحت دایره؟ نصفش دیگه، اسمش روشه نیم دایره، نصفشه. پس در نتیجه یه دوم سطح دایره رو میخوان، شاه دایره که 2 میشه 1 دوم ضرب در پی ضرب در 2 به توان 2، جواب به دست میاد برابر با 2 پی. این هم سبک بعدی بود که میتونست توی انتگرال و برای مساحت زیر منحنی به دست بیاد و سوال ازش طرح بشه.